استودیوی دو اومدیم در شبکه جهانی تن و در قسمت دیدار با پیشکسوت یا دیدار با عزیزان و ورزشکاران شهر تورنتو هستیم. قسمتی که دوست و همکار خوبم مهرداد حجیر عزیز که یه دو هفته هم مسافرت بود و نبود برگشته، باز در خدمتش هستیم با مهمان امشب. مهرداد جان خوش اومدید. دیگه خودت قسمت مهمان و اینا رو صحبت کن دیگه. خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز. خیلی ممنونم از شما آقا مهران عزیز گل و دوست داشتنی که یکی دو هفته من دست تنها گذاشتمش و به هر حال عذر ما رو میپذیرن حتما. البته پوزش بله دوباره تصویرمون ببخشید. خواهش میکنم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و تشکر میکنم بازم از شما. مهمون عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم در رابطه با یکی از رشته‌هایی هستش که رشته‌های ورزشی انفرادی، کاملا انفرادی، که اولین تماشاگر این ورزش خود انسان هست و حس لذتی که این انسان در وقتی که این ورزش رو انجام میده بهش دست میده تو تمام قابلیت‌های جسمانیش هم تأثیر می‌ذاره. بله درسته، ورزش بدنسازی یا پرورش اندام هستش که یکی از قهرمان‌های خوب این رشته و مربیان عزیز این رشته در خدمتشون هستیم. کسی که سال 1999 و سال 2000 در از استان اصفهان، سپس تهران و تیم ملی ایران در ایران قهرمان شدند، سپس سال 2004 در به عضویت تیم ملی کانادا در اومدن و قهرمان کانادا شدن، سپس به مسابقات جهانی رفتن، مدت زیادی رو در یکی از باشگاه‌های مطرح شهر تورنتو و کلاً کشور کانادا که باشگاه اکستریم فیتنس هست و تمام علاقه‌مندان حتما اطلاعات کافی بله مدیر اونجا بودن، مربی اونجا بودن. و اجازه بدیم بیشتر از این منتظرتون نذارم و آقای رضا زرمهر رو خدمتتون معرفی کنم، مربی عزیز و قهرمان رشته بدنسازی. سلام خدمت تمامی بینندگان عزیز و همچنین شما جناب حجیر و جناب سفریان. افتخاریه که در خدمت شما هستم. به هر حال شما خودتون پیشکسوت و جزو قهرمان کشور، جناب سفریان که دوست عزیز ما و قهرمان و پیشکسوت ورزش. بعد افتخاریه که در خدمت شما هستیم بینندگان عزیز و به هر بتونم برای صحبتای داشته باشم در زمینه رشته ورزشی که داشتم سالها. و همچون که شما فرمودید بله، از من حدود 20 سال توی رشته ورزش بدنسازی هستم. حالا من از سن پایین شروع کردم البته و ورزش ها از سن همه خواستم که از 5 سالگی شروع تقریبا همون سن سال میشه. من از سن حدود 13-14 سالگی بود که شروع کردم ورزش بدنسازی رو و در حال انگیزه های خوبی هم داشتم تو اون زمان. برحال سن پایین و جوانی و بیشتر انگیزه خانواده‌ام بودن، به خصوص پدر بزرگم و دایی بزرگم ورزشکار بودن. بله اینا ورزشکار رشته باستانی بودن، ورزشکار و وزن برداری بودن و خب به تبع یه جورای پیرو به اون سنت من هم وارد این ورزش شدم و در کنار درسی که میخوندم برحال این ورزش رو ادامه دادم و با کمک خانواده و پیشرفتی که اینجور شما فرمودید اولین شخصی که میبینه، من این احساس رو کردم که برای در درون خودم اون پتانسیل وجود داره که بتونم به بدن خوبی دست پیدا بکنم و تداوم پیدا کرد و همچنان هستم در این ورزش. خیلی عالی. آقای رضا زرمهر عزیز که خب معرف حضورتون هستن، برنامه های آموزشی رو هم داشتیم در برنامه های گذشته باشون و کارهای در واقع بدنسازی و آموزش‌های انفرادی رو در برنامه‌های مختلف افتخار دادن و در برنامه حضور داشتن و مدتی هم که در لس آنجلس بودیم فیلماشون میومد اونجا از سرزمین پن پخش می‌کردیم و حالا خوشحالیم که باز در تورنتو باز خدمتشون هستیم که آقای مهرداد‌خان حجیر زحمت کشیدن و این مصاحبه رو دوباره برقرار کردن. من البته خب مهرداد‌خان پرسیدم ولی راجع به گذشته و در واقع تجربه شما که گفتید صحبت شد و حالا از مقام ها و افتخاراتی هم که به هر حال مسابقاتی هم شما شرکت کردید میخوام من میام برای بینندگان بگید و بعد فیلم های عکس های هم هستش که اونها رو میتونیم ببینیم. لطف میکنید. چشم. همچون که خدمتتون گفتم من در سن 13 سالگی 13-14 سالگی بود که ورزش رو شروع کردم ولی خب اون سن پایینی هست و من ولی سنی هست که زمان مناسبی میتونه باشه که برای پسرها مخصوصا که شروع کنن به ورزش تمرینات با وزنه
من توی برنامه‌های آموزشی برحال اون برنامه‌ای که خدمت شما بودم میگفتم که بینندگان سوال میکردن که چه سنی میتونن افراد شروع کنند. سن 13-14 سالگی سنی هست که برحال هم از لحاظ سیستم عصبی بدن جواب میده، هم از لحاظ سیستم عضلانی و ولی خب برحال باید با توجه به بسیاری از موارد ایمنی این کار را کرد، چون برحال بدن جوان هست و اون تجربه وزنه و مقاومت وزنه رو نداره. منم از اون سن شروع کردم و یه تعدادی باشگاه بود با دوستان شروع کردیم، با همون خانواده شروع کردم و یه چند سالی که گذشت علاقه من شدم به شرکت در مسابقات. حتی اون زمان که مسابقه من شروع کردم تازه ورزش بدنسازی تو ایران مطرح شده بود. بله. من خاطرم هست سال 1373 بود که اولین باشگاه های رسمی شروع به باز شدن کردن در من. خب برای چون زادگاه هم اصفهان هست، اونجا رو خاطرم هست و من هم به همون طب شروع کردم به شرکت کردن در همون باشگاه ها که تأسیس شده بودن و از پیشکسوتانی برای کمک گرفتم، استفاده کردم و تونستم اولین مسابقه رو توی ردیه نوجوانان بدم و خب برای چون اولین تجربه‌ام بود به کسب مقام سوم تونستم پیدا بکنم، نال بشم و بعد ادامه دادم به همین شکل توی سنین بالاتر رو. به هر حال در تاریخی که آقای حجیر فرمودن 99-2000 میشد تونستم قهرمان استان اصفهان و استان تهران، بهترین بدن استان تهران و قهرمان کشور توی مسابقات پرشندان بشم و بعد از اون بود دیگه که زمان هجرت بود. و ولی خب من میشه گفت در اوج بدنم که تو ایران بودم، به هر حال چون مدت ها منتظر این مورد بودم و چون من در کنار تمریناتم و مسابقاتم درس هم خوندم و مشغول به کار توی رشته تحصیلیم که نمیدونم لازم هست بگم. بله حتما. چرا؟ من توی رشته مهندسی آب دانشگاه سنت اصفهان درس میخوندم و خب به هر حال تونستم تو همون زمینه کاری خودم هم توی تهران مشغول به کار بشم، توی شرکت مهندس مشاور بود و خب به همین دلیل مشغول کارم شدم و در اون حین منتظر بودم که بتونم به هر حال کارهای اقامتم هماهنگ بشه و سال 2002 بود من به کانادا اومدم. کوچ کردید دیگه. و خب بعد از دو سالی، چون به هر حال خودتون میدونید زمان میبره که بتونی هماهنگ بشی، جا بیفتی با جامعه، با زبان، با افراد و من هم برام حدود دو سال طول کشید، برام یک سال و نیم که بتونم تازه شروع کنم تمریناتم و من توی این مدت زمان مهاجرت تا یک سال و دو سال بکنم هولوش 15 تا 20 کیلو وزن از دست دادم به خاطر اینکه برات تحرک نداری ابتدای کاره و این استرس خودشه. دقیقاً به جای جدیده. دقیقاً تمام بینندگان احتمالاً میدونن با این موارد برار رو درو شدن. ولی خب سال 2000 عرضم میکنم خدمتون اواخر 2003 بود که من دیگه شروع کردم تمریناتم و تصمیم گرفتم مجدداً توی مسابقه شرکت کنم و خب به همین دلیل آمادگی لازمه رو باید به دست میوردم که حدود یک سال طول میکشه پلن کردن و به زمان خودش که رسید به هر حال با کمک خداوند موفق شدم، اول توی تورنتو، اونتاریو، بعد کانادا و بعد هم مسابقات جهانی به هر حال رپرزنتر یا معرف تیم کانادا باشم. و خب من تو اون زمان اولین کانادایی بودم تیم ملی کانادا که تونست توی دور دوم راه پیدا بکنه. تا اون زمان متاسفانه به هر حال هر دلیلی هیچ کس از تیم ملی کانادا نتونسته به دور دوم مسابقات جهانی راه پیدا کنه، چون روش به این شکل است که خب تعداد خیلی زیاد از کشورهای مختلف میان حضور به هم میرسونن، اینا به هر حال باید کوالیفای بشن تا بتونن به راند دوم بعد نهایتا فاینال انتخاب میکنن و بگذاریم که به هر حال چه پروسه‌ای هست و چند روز طول میکشه، چه مقدماتی هر ورزشکار باید تو شرایط سخت رژیم داشته باشه. ولی خب به هر حال این موردی بود که با کمک خداوند تونستم به دست بیارم. بعد از اونم خب دیگه مشغول شدم به کار و بعد کوچ کردم، ازدواج کردم. بله ازدواج کردم، همسرم اومد دیگه کمی مشغول زندگی شدیم دیگه. ولی خب در حال حاضر بیشتر تمرینات خودم انجام میدم ولی بیشتر وقتمو صرف آموزش میکنم و این
ترجیح میدم که اون اطلاعات و مقدار تجربه‌ای که دارم رو بتونم ارائه بدم به هر حال افرادی که علاقه من هستند. بسیار. من اجازه میخوام یه یادی بکنیم از صحبت از گذشته و قهرمانای بدنسازی. شد آقای ایلوش خوشابه، مرحوم ایلوش خوشابه فکر میکنم که به رحمت خدا رفتن، ایشون مدت‌ها بازیگرم بودن توی فیلم‌های مختلف بعد از انقلاب بازی کردن. ایشون قبل از انقلاب با تیم ملی بدنسازی ایران قهرمان جهان شده بودن سال‌های فکر می‌کنم 1971-2 یه همچین چیزی. و بعد از اون من یادمه که یه باشگاهی توی چهارراه استانبول تهران بود، باشگاه نادری که آقای سعدون مربی بودن و پیشگامانی مثل دوست عزیز خوبمون آقای یزدان راد قهرمان آسیا، واقعا یه مرد عارف و دانشمند و باصفا هستن ایشون. همینطور سیاوش آریا، حمزه هوشمند و خیلی کسای دیگه که حالا الان عذرخواهی میکنم اسمشون رو خاطرم نیست. آقا رضا، همینطوری که از صحبت‌های شیرین شما لذت میبریم، میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. ببینید، پرورش اندام یا بدنسازی یا فیتنس که اینا میدونم هر کدومش یه تعریف جداگونه‌ای داره، ولی همش به یک چیز الان توی کشور ما و حداقل توی فرهنگ ما کشور ما تلقی میشه، الان طرفدار زیادی پیدا کرده توی ایران و خیلی از مربی‌ها به جایی که به کار اصلی خودشون یعنی مربیگری کردن و کمک کردن و اصلاح حرکات تکنیکی توجه داشته باشن، بیشتر میان به تجویز کردن داروها و استروئیدها، پروتئین‌ها. این خیلی باب شده توی ایران و همه میدونن که ضرر داره، ولی انقدر طرفدار داره که میرن اینو انجام میدن. یه مقدار راجع به این قضیه خواهش می‌کنم اگه توصیه‌ای دارید برای علاقه‌مندا، چون همینجا توی کانادا هم وقتی شما وارد باشگاه الی فیتنس یا اکستریم فیتنس یا گود لایف که میشید، انبوهی از جوانای ایرانی رو میبینید که مشغول ورزش کردن هستن و همش به افزایش حجم عضلاتشون میپردازن. بله. عرضم به حضور شما که این مقوله برال این ساب اینا تحت مقوله ساپلمنت یا مکمل‌های غذایی ورزشی بدنسازی بخوایم حساب بکنیم، این مقوله بسیار پیچیده و برحال زمانبریه، ولی اگه بخوام من به صورت کوتاه خدمتتون بگم، خب مشخصا با توجه به تحقیقاتی که شده این مشخص شده که مواد برحال هورمونی یا نیروزا یا برحال طبق طبقه بندهای مختلف اثر سریعتر و ممکنه برحال توی یک شرایطی بهتر داشته باشد نسبت به تمرینات ما بشکیم نچرال یا بدون هیچ گونه طبیعی. و خب متاسفانه اکثر افرادی که این کار رو میکنن در درجه اول، من فکر میکنم به خاطر اینه که میخوان اون شخص رو به هر حال اون نتیجه رو سریعتر بگیره. یک شبه میخوان راه 100 ساله برن. دقیقاً یک شبه راه 100 ساله رفتن طبق فرمایش شما، من تعبیه میکنم به این شکل که یک ساختمان رو شما بخوای بدون اینکه فونداسیون خوبی ازش بسازی یک های رایز بلند روش پیاده بکنی. و خب این مشخصا دارای دچار آسیب‌های جانبی یا هم ساید افکت‌های مختلفی توی اعضای داخلی بدن خواهد شد. وقتی که در سنین جوانی انجام بشه، خب به هر حال اگر که به صورت طولانی مدت انجام بشه مشخصا عوارض خیلی زیادی میتونه در آینده داشته باشه. ولی من طرفدار فرمایش شما هستم، برای مربی باید در درجه اول نقشش رو به عنوان یک آموزش دهنده خوب ایفا بکنه و افراد رو در کنار اینکه به هر حال کمک میکنه به اهدافشون توی زمینه ورزشی که هستن برسن، بتونه خوبم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ فیزیکی کوچ بکنه. چون ورزش به هر حال شما خودتون پیش کسوتی قهرمانی جناب صفویان که اصلا جای صحبت نیست، از بزرگان هستن. این دقیقاً برمیگرده به ذهنیت. من اتفاقا یکی از عکسایی که براتون فرستادم یه دو نفر رو نشون میده که به هر حال توی تلاش هستن به یک نتیجه‌ای برسن. و حالا اگر که اتاق فرمان بله عکس‌ها هم اگر ممکنه بله بله دقیقاً همینه. این عکس یه عکسی هست که ممکنه به نظر فانی بیاد، کمی حالت خنده داره، ولی این دقیقاً همینه. ببینید کسی که این یک معدنی رو از الماس تجلی کرده که یه شخصی تا لحظه آخر رفته، ولی به خاطر اینکه انگیزه و اون ممارستش از دست داده برگشته، ولی خب یه شخص دیگه بدون اینکه فکر بکنه به اینکه چه نتیجه‌ای به هر حال حاصل میشه داره با تمام توان پیش میره. و خب مشخصاً ورزش هم همینه. اگر ذهنیت فرد این باشه که من
یه تلاشی بکنم ببینم چی میشه و نتیجه میگیرم یا نمیگیرم. این به هر حال برای خیلی از افراد میتونه دچار به هر حال نرسیدن به هدف یا آسیب دیدگی های زودرس و یا مشخصا رها کردن ورزش باشه. و من خیلی از افراد دیدم به همین دلیل. ولی توصیه‌ای که من داشتم همیشه اینه که شما باید به ورزش، چون بدن انسان با از قانون یا از رولز ادپتیشن یا اون اصطلاح فارسی چی میگن؟ سازگاری تبعیت میکنه و قانون سازگاری برای بدن زمان میبره. برای همین ما در ورزش بدن سازی، حالا من مطمئنم در اکثر ورزش ها این از این استراتژی که در اصطلاح میگن فیز بندی کردن یا پریدیزیشن استفاده میکنن و افراد بر اساس شرایط بدنی خودشون و بر اساس هدف آیندهشون توی فازهای مختلف و توی زمانبندی‌های مختلف می‌ذارن که هر فازی یا هر قسمتی گریدی این نتایج خودشو به دست میاره. مثل دقیقاً یک شخصی که می‌ذاریش توی مدرسه، یک فردی بچه‌ای توی کلاس اول یه نتیجه می‌گیره، آماده میشه میره کلاس دوم. اگر اون شخص بذاره کلاس سوم نمی‌فهمه، چون براش این مشخص نیست، این براش هنوز یاد نگرفته. بدن انسان هم دقیقاً همون کارو می‌کنه. یعنی باید استپ با استپ باش رفت، فیز با فیز باش رفت که آماده بشه و بعد که آماده بشه مشخصا بدون اینکه آسیب‌های به هر حال خاصی بگیره و بدون اینکه دچار موارد خاصی از لحاظ فیزیکی بشه میتونه به نتایج خوبی که مصور مثلا هست برسه. ولی من هم شنیدم که اخیراً زیاد شده مورد استفاده از مواد به هر حال کمکی. ولی مورد حالا من میخوام یه پرانتزی باز بکنم اینجا در مورد مکمل‌های غذایی که به هر حال نقش مکملی دارن در کنار به هر حال غذایی که مصرف میشه. بله بله آقای اونا... در مسابقات جهانی خیاده مستر کانادا. بله اون مکمل غذایی میتونه جای صحبت داشته باشه که با چه شرایطی استفاده بشه طبق نظر پزشک و هر متخصص. یکی از چیزهایی که یه مقداری توجه خود من رو شخصا جلب کرد نسبت به این موضوع اینه که ما تو ایران واقعا نمایندگی خاصی برای داروها و مکمل‌های غذایی نداریم. یعنی اینا همه چیزهایی که غیرقانونی میشه، تا حدی غیرقانونیه چون جزء مواد دارویی حساب میشه و یه مافیایی پشت این قضیه است که خیلی از اینا ممکنه که اصلا تقلبی بودن یا اصل بودنش اصلا زیر سوال بره و خیلی موارد زیادی بوده. یعنی موردایی رو خود دولت وزارت بهداشت اعلام کرده که رفتن شکایت کردن دیدن که مثلا شیر خشک رو به جای چه میدونم یه پروتئین همیشه همینجوری هست دیگه. وقتی یه ماده‌ای قرار که وارد بشه همیشه غیر واقعیش هم همیشه میاد و همون که گفتید خطرناکش ممکنه خب همونایی که بشه خطرناکه و اصلا استفادهش مجازه. حالا یه سری که میگن مجازه، اونایی که مجازه واقعا میشه، یعنی اون حالتا رو داره که بدن رو به اصطلاح بسازه، اصلا چیزی هست اصلا که مجاز باشه این داروها؟ بله ببینید بحث این مکمل‌های غذایی یه بحث بسیار بازی است، چون تنوع خیلی زیادی داره، مصارف مختلفی داره و به طب اگر که بخوایم این قضیه رو بشکافیم وقت میبره. منتها از لحاظ این که مجاز باشه یا غیر مجاز توی کشور نورث امریکا، امریکا، کانادا و یه سری کشور اروپایی که من میدونم اینا قانونبندی خیلی مشخص و مستحکمی داره. ولی در ایران خب من چون خودم پیگیری میکردم این موارد رو میدونم که خب وزارت بهداشت روی این قضیه تاکید داره و حتما احتیاج مجوز گرفتن برای واردات این جور مکمل غذایی از به هر حال کارخونه های معتبر داره و خب این کمک میکنه که به افراد ورزشکارا که بتونن توی مراکزی که مشخص و معتبر هست برن و از اونجا تهیه بکنن. ولی در بسیاری از موارد یا محصولاتی که هست میتونه از منابع غیر معتبر باشه و مشخصا مشکل داره. ولی در کانادا نه، در کانادا اینا همه باید زیر نظر هلث کانادا باشه و یه شماره به اسم به نام NPN بهش میگن، نشنال پروداکت نمبر داشته باشه، که اون نشنال پروداکت نمبر شماره است که وزارت بهداشت کانادا صادر میکنه و اون صادر کردن این یه جور پشگرمی هست که اینا برای از این فیلتری رد شده و موادی که روش هست برای میتونه کمک بکنه اگر که آسیب نزنه. و
ولی خب برای در مورد صحبت شما اینا موارد مختلف داره، اگر که با کیفیت و طبق نظر متخصص استفاده شه میتونه توی مواردی کمک بکنه جناب شما. آقا رضا بریم یه مقدار فضای بحث رو عوض کنیم، راجع به مسابقتون بگید. روزی که وارد اعزام به این مسابقات شدین، آیا کسی به شما کمکی کرد؟ مربی خاصی داشتین؟ دوست دارید کسی اسم ببرید؟ چون من میدونم که من با بعضی از ورزشکارا وقتی صحبت می‌کردم ممکنه الان اصلا نبینید هم دیگر اینا، ولی خودشون رو یه جوری مدیون شما میدونستن تو مسابقاتی که رفتن. حالا شاید الان اسم بردن ازشون خیلی چیز نباشه برای که همه‌شون رو نمیتونم، ولی میدونم کسایی رو که شما حکم مربیگری به گردنشون دارید و مسابقات هم رفتن، مقامات خوبی هم برای کشور کانادا گرفتن. ایرانش رو خیلی ما اطلاع نداریم، اگه خودتون سلام بدید. اگه دوست دارید نامی ببرید از این دوستان ما خوشحال میشیم که. خب من توی ایران مسابقات آخری که داشتم رو خب مشخصا با مربی خوبی بودم. من مسابقاتی که توی استان اصفهان، استان تهران و قهرمانی کشور داشتم، من زیر نظر استاد رضا درویش بودم و ایشون هم خب جزو قهرمانان رشته پرورش اندام ایران و همچنین قهرمان آسیا و یکی از مربیان خب برجسته، و بعد هم میدونم که من خارج شدم از کشور حتی مربیگری تیم‌های ملی، تیم‌های استانی و مربیگری خیلی افرادی که میدونم بسیار از افرادی که برای تونستن مقامای خیلی خوب در زمینه پرورش اندام توی کشور، توی آسیا و توی جهانی به دست بیارن و من خودم باشون بودم. ما خب اون موقع یه مجموعه تیمی بودیم دیگه و من دقیقاً خاطرم هست که اون تیمو به هر حال یه شخصی باید کنترل می‌کرد، کمک می‌کرد، سپورت می‌کرد. توی شرایط مسابقه خب کلاً اصلا فیزیک شخصی، فیزیک بدنی متفاوته. بله. چون شما داری بدن رو توی یک سری شرایط خاصی قرار میدی که اصلا طبیعی نیست. و اون موقع هست که مشخصا داشتن یک شخصی که اطلاعات و تجربه خوبی داشته باشه و بتونه به شما دلگرمی بده که مخصوصا از این بابت که شما توی شرایط فیزیکی خوبی هستی. درسته. چون دقیقاً من موردی که شما میگی تجربه کردم، موقعی که شما توی رژیم‌های غذایی سخت هستی، تمرینات مداوم، بعد از چون معمولاً وقتی که شما یک سال تمرین می‌کنی، این پروسه مسابقه دادن اگر بخوای از صفر شروع کنی، باید تمرینات بعد از که بدن آماده باشه حدود 9 ماه تمرین می‌کنی که اون بتونه یه ماسل عضلاتتون سایت خوب داشته باشه، مواردی که ضعف عضلانی بوده برطرف بکنی، بعدش میره سراغ این که بتونی آروم آروم اون درصد چربی بدن کاهش بدی و بتونه کامل اون بدن اون دفینیشن و اون تمام زوایای مختلف و رگ و اینا باید مشخصا پیدا شد. برای همین اون وقتی که به طرف جلو میره بدن توی یک سری فعلا قرار میگیره که از لحاظ شما کاربوهیدرات کاملا کم میکنی، و وقتی که کاربوهیدرات قند بدن کم شد، از لحاظ مود بدن خوب نیست، از لحاظ فکری ضعیف میشی، موتیویشن کمه، ولی دیگه اگر هدف و اندازه کافی قوی نباشه خیلی راحت کویت میکنی. ولی افرادی که برای توی لول مسابقه میدن کسا هستن که باید دیسپلین خوب داشته باشن، بدونن آخر کار چجوری برای پاش نگاه بکنن که تا آخر ادامه پیدا کنن. برای همین نزدیک مسابقات طبق صحبت که میگید مربی باید شخصی باشه که بتونه شما رو نگه داره، بگه خوبی چجوری ادامه بده و راهنمایی کنه. توی کانادا خب من دسترسی خاصی نداشتم به کسی و خب از تجربیات خودم تا حدود استفاده کردم. بعدم برای یه سری مسابقات از یکی از دوستام که ایشون غیر ایرانی بود و تجربه خوبی داشت توی قضیه استفاده کردم، هماهنگ بودیم با هم و خب همون باعث شد. و مثلا یک مسابقات دور بود، اصلا توی مرکزیت تورنتو نبود و من مجبور بودم که خودم رو تو آینه ببینم، گزارش بدم بهش که الان اینجوری شدم، فکر میکنید چیکار کنم؟ چون اون موقع دیگه خیلی خودت نمیفهمی که از راه دور کنترل از راه دور. بله دقیقاً. و خب این در این حالت هم بوده که من خودم افراد به این شکل. کجا بود این مسابقات جهانی که؟ مسابقات جهانی توی روسیه بود، مسکو بود. بله. بعد توی سالی همون 2004 که من آخر بار تونستم. بعد توی عکسایی که می‌دیدیم اینا، چون الان وقتمون هم خیلی کمه، گفتم قبل اینکه به پایان برسیم اونم مسئله بپرسیم، توی عکسای
اون 4% اومد راجع به اونم یه توضیح می‌خوایم بدین که فقط 4% وقت شما رو بله. این چیه داستان؟ این یکی از مواردی هست که من خیلی اگر که دقت بکنید زیرش نکته اصلی رو اشاره کرده که در حال نوکسیوز 4% چون خیلی از افراد متاسفانه به خاطر مشغله کاری زندگی و در حال خانواده خیلی برای خودشون اکسکیوز های مختلف میارن، بهانه سازی میکنن که من وقت نمی کنم تمرین کنم. اگر که دو چهار تا بکنید ببینید که 1 ساعت در روز شما میشه 4% از وقت شما در شبانه روز. برای همین 4% اگر که شما بخواد به یک بدن سالم که مشخصا همیشه خودم میگیم بدن سالم اینو عقل سالم در بدن سالم و من همیشه میام اینو تکمیل میکنم، میگم عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در عقل سالم. شما نمیتونید بدن سالم باشه، عقلت کار نمیکنه درست، همه چیز مشکل داره. برای همین این مکمله و خب خیلی از افراد متاسفانه این برای این باور نیستن که رسیدگی کردن به سلامت یکی از مواردی هست که به هر حال اگر اولویت قرارش ندن به زودی زود مجبورن با نسخه پزشک مراجعه کنن بهش. برای همین من گفتم این 4% چون عدد خیلی کمیه بیشتر برای افراد به نظر نمیاد و اینجوری شاید یه انگیزه باشه برای بعضی که در حال بر خودشون بهانه سازی میکنن که زودتر به فعالیت بدنی برسن، چون فعالیت بدنی و بالاخص فعالیت هایی که در اون مقاومتی هست مثل تمرینات با وزنه مزایای بسیاری داره که اگر که برای وقت باشه خدا بخواد در برنامه آینده خواستید من در خدمتتون هستم، اینا رو بهش اشاره خواهیم کرد و افراد بینندگان عزیز متوجه میشن که چقدر به هر حال میتونن از این مزایا استفاده بکنه. جلوگیری میکنه از آسیب هایی که ممکنه برای انسان اتفاق بیفته. دقیقاً. آقا ما 8% از من و آقا مهران همین الان 8% رو فکر میکنم که گذاشتیم فقط برای فکر میکنم بینندگان زیادی هم علاقمند باشن که بدونن شما الان باشگاهتون کجاست؟ بله. فعالیتتون چطوره و اگه بخوان که دسترسی پیدا کنن به شما چطوری میتونن که در این زمینه فعالیت کنن؟ حتما این مورد رو اشاره خواهم کرد، ولی یه مورد من خواستم بگم اگه اشکال نداشته باشد. یکی از دوستان و پیشکسوتان من قدیمی که من اون موقعی که اصفهان شروع به تمرین کردم، ایشون یکی از دوستان خیلی خوب من هستن الان در حال حاضر و ایشون کسی بود که من اون موقع یادمه شروع کردم تازه تمرینات، خب چند سالی از من بزرگتره و خب همون چند سال برای به ایشون اجازه داده بود که بتونه تو یک سری مسابقات شرکت کنه و من همیشه یادم هست ایشونا و خب اون شخص متاسفانه الان دچار یک بیماری شده و من میخوام یعنی بینندگان عزیز دعا کنند برای این شخص. دوست عزیزم آقای مهران مشکلانی، ایشون از پیش کسوتان وجه بدنساز تو اصفهان هستند، خیلی از افراد ایشون رو میشناسند و خب الان در اصفهان هستند؟ نه خب الان اینجا هستند و متاسفانه با اینکه سنشون هم پایین ها جوان هستند دوچار یه عارضه مغزی شدن، ولی خب خدا رو شکر الان اوضاعشون استیبل ثابت شده و خب ولی خب با دعای مردم ان شاء الله هر چیز زودتر خوب میشن و بتونن دو مرتبه برگردن به فعالیت های روزمرهشون. حتما. در مورد صحبتی که فرمودید، من خب الان در حال حاضر خدمتتون گفتم من سالها توی یکی از باشگاه‌های برای مطرح به اسم اکستریم فیتنس هم چه شما فهمیدید منیجر اونجا بودم، اولش به عنوان ترینر کار میکردم و بعد چندین سالی به عنوان مدیریت ترینرها در قسمت اون فیتنس سنتر کار میکردم و افراد خیلی زیاد برای موفق شدم ترین بدم، آموزش بدم، به عنوان ترینر کار بکنن، ولی خب به هر حال نهایتا تصمیم گرفتم یک محیطی رو ایجاد بکنم، یک محلی که افراد به هر حال به صورت خصوصی راحت تر، چون تجربه جیم رو من دارم، تجربه باشگاهی بزرگ رو دارم، خیلی از افراد که بیشتر پیگیر من میگم کیفیت تمرین هستن تا اینکه بیان تو تمرین فقط باشگاه یا یک وقتی رو صرف بکنن. محلی رو من به هر حال باز کردم یا بنا کردم که یک استودیو خصوصی هست که افراد که به هر حال تمایل دارن تمرینات فشرده و خوبی داشته باشن میتونن
اونجا تمرین کنن، یک محیط آروم ولی خب کاملا تجهیز. چطور میتونن با شما ارتباط برقرار کنن؟ از طریق فیسبوک، اینترنت؟ بله، فیسبوک پیج دارد. حالا اگه لازم میدونید، بله این تصویری که میبینید یه قسمتی از اون هست که برای مجهز هستید، بله. دستگاهی که مورد نیاز هستش، بله دستگاه و وسایل وزنهای آزاد و اسم باشگاه آلترا فیتنس هست. اگر که برای دوستان عزیز بینندگان تمایل داشتن میتونن به وبسایت ultrafitness.ca مراجعه بکنن یا همون فیسبوک پیج facebook.com/ultrafitnesswellnesscenter. چون من توی این مرکز، خب مرکز خیلی بزرگ نیست از لحاظ مساحت، ولی سعی کردم یک محیطی باشه که افراد با آرامش خاطر و به هر حال با تمرکز روی تمریناتشون به این محل بیان، ولی در کنار اون یک به قول سرویس نوتریشن هم وجود داره. کسایی که به هر حال علاقه من هستن که در زمینه مواد غذایی و نوتریشن پلنشون هم برای پیگیری بکنن، با یکی از افراد بسیار موفق و بسیار با تجربه و با علم خوب و علم روز در حال کار کردن هستم که ایشون حالا اگر فرصت بشه در برنامه آینده حتما یکی از مهمانان شما باشن. و جناب دکتر که افتید، بله جناب دکتر، بله. جناب دکتر ابوذر حبیبی نیا هستن، دوستان خیلی خوب و قدیمی من، ایشون هم برحال از پیشکسوتان هستن. و همچنین تو این محل من ماساژ تراپیست هم که یک شخصی که با من کار میکنه اسپورت ماساژ تراپیسته و اون یک تفاوت، یک تمایز ایجاد میکنه با ماساژهای عادی، چون برای تمام جزئیات بدن رو باید بشناسی اگر احتیاج باشه تو این رشته فعالیت بکنی. و در مجموع تصمیمی که گرفتم به خاطر این بود که محیطی باشه که بیشتر به کیفیت تمرین بپردازه و من در سطوح مختلف تمرین می‌کنم، کسایی که به هر حال هم آسیب دیدگی داشته باشند، هم بخواند از ابتدا ویت منیجمنت بکنن، کاهش وزن، افزایش وزن. به طور کلی همه این جوانب رو شما در یک کلاب در اولترا فیتنس دور هم گرد آوردید و میتونن استفاده کنن. خیلی هم عالی. مرد جان وقت اون رو به اتمام ultrafitness.ca میتونن با شما در ارتباط باشن. از طریق فیسبوک هم دیگه صحبت های آخر رو خدافظی که برسیم به بهش میگم. منم همین میخواستم این قولم بگیرم که باز هم در برنامه داشته باشیم آقای استاد زرمه رو و باز هم از تجربیاتشون استفاده کنیم با فیلم هایی که داریم و آموزش هایی که دارن. حتما. منم میخواستم همین نکته رو اشاره کنم که شما فرمودین یه مثلثی برای تمرین وجود داره به نام برنامه تمرین، استراحت و تغذیه. و خب این دوستان اونجا برنامه تغذیه رو که با اون متخصصان تغذیه و نوتریشنیستاشون که دارن، برنامه تمرین که متخصصش آقا رضاست، ماساژ رو هم اضافه کردن که مثلث تمرین برای استراحت کامل بشه. من فکر کنم یه پکیج بسیار خوب و کاملی هستش برای عالی تمرین. خیلی خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. ما واقعا افتخار میکنیم از قهرمانانی مثل شما، قهرمانان ایرانی که توی کشور کانادا هم تونستن ورزششون رو ادامه بدن و شاگردای خوبی بسازن. این از همش ارزشمندتره. ممنون و خیلی ممنون از حضورت. لطف شاید. ممنونم. من میخواستم اگه امکانش هست یه تشکری بکنم از تمامی دوستانی که به هر حال توی این قضیه به منو سپورت کردن. به هر حال مکانی که باز شده با علاقمندی خوبی از دوستان خوبم روبرو شد و به هر حال اون مقدار کمی تجربه و علمی که به هر وجود داره تونستن به هر حال با تبلیغات خودشون پخش بکنن و خب این تشکر جای تشکر فراوان داره. و همچنین برای تشکر میکنم از همسرم که همیشه بوده با من تو این شرایط و موارد مختلف و خب خودش هم یکی از کسایی که توی اون مرکز به هر حال کار میکنه و به عنوان مربی هست. بله اجرای افراد خودشو داره ولی پس خانوما هم میتونن اونجا بیان برای بله ثبت نام و در ultrafitness.com یادتون باشه .ca ببخشید .com گفتم، این .com همیشه هست تو .ca. بله تشکر میکنم رضا جان، خیلی ممنون. و ممنونم از شما برای من دعوت کردین و خیلی هم تشکر از بینندگان که وقتشون رو گذاشتن و به هر حال همیشه بینندگان بودن که با فیدبک های خودشون با اون بر پیشنهاد انتقاداتی که داشتن سعی ما برامون بوده که بهتر بشیم تو هم هر زمینه‌ای و به هر حال امیدوارم که بتونم کمک بکنم به جامعه ایرانی. خیلی هم ممنون از اینکه تو برنامه بودی مهدا جان. مرسی، محبت کردید و زحمت کشید. تشکر میکنم از همه شما که بیننده برای ما امشب بودید و تشکر از اتاق فرمان پویا جان که زحمت کشید. و این قول رو به شما میدیم که باز هم از ورزشکارانی مثل استاد زهره رضایی در برنامه حضور داشته باشن و
باز کارهاشون رو آموزشاشون رو شما ببینید. در برنامه های آینده حتما این کار رو خواهیم کرد. به اتفاق رضا زهنر عزیز، قهرمان پرورش اندام ایران و جهان و مربی فعلی، و مرداد عجیر، قهرمان شیرجه ایران و دنیا و کانادا و همکار خوب ما که افتخار اسم من در کنار عزیزان، همه شما رو خدا بزرگ می‌سپاریم تا برنامه آینده. خدا نگهدار. Star Nation proudly presents The Legend Motreb Mehtab Ru World Tour 2014 Shahram Nazari شب آتش در نیستانی فتاد یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد تورنتو ساتردی مارچ 8 روی تامسون هال Montreal, Sunday, March 9. Washington, D.C., Saturday, April 5th.